الله الرحمن الرحیم. دوست عزیز، شما را به جلسه 78 به مضمون مدیریت مالی خوش آمدید میگم و خدا کنه که بحثایی که ما شما تا جلسات گذشته داشتیم استفاده عظیم داشته بوده باشین و نتایج مطلوب از بحثا انشاءالله برده باشین. در جلسه گذشته ما شما نسبت های در واقع بدهی را تمام کردیم و بحث جدید ما شما نسبت های فعالیت است، که نسبت فعالیت آغاز میکنیم و در کل نسبت های فعالیت به چهار بخش تقسیم میشه، که نسبت وسطی دوران وسطی اصول طلبات است، دوران وسطی اصول طلبات از اولین نسبت فعالیت است و این بیانگر ازی است که کمپانی در کدام مقدار روز و یا در کدام اندازه از تعداد روزهایی که در پیش رو داره میتونه که طلبات خود نقد بسازه و یا به پول نقد تبدیل کنه. دوران ذخایر است. دوران ذخایر مفهومشی است که خود ذخایر کمپانی یا موجودی های کمپانی دورانش چی گونه است و یا به شکل دوامدار و مسلسل دوران میکنه و یا نمیکنه. سیومش دوران دارایی ثابت است و چهارمش دوران دارایی مجموعی. دوران دارایی ثابت در واقع هم دوران دارایی های ثابت کمپانی یا شرکت ما شما را نشان میده که از نظر دارایی ثابت شرکت دورانش چیگونه است و آیا به شکل منظم و پیش میره و فعالیت های ادی کمپانی یا شرکت امو از نظر دورانی منظم است و یا نیست، و از نظر دوران مجموعی دارایی هم کل دارایی ها را نشان میده و ما شما را به این نتیجه میرسانه که دارایی های کمپانی در کل از نظر در واقع دوران و یا بحثی که ما شما باید به تحلیلش خواد پرداختیم چیگونه میباشه. هر کدام از این نسبت ها را ما شما به شکل جدا جدا مورد مطالعه قرار میدیم و پیش میریم تا که به نتیجه برسیم. از دوران وسطی اصول طلبات ما شما شروع میکنیم. دوران وسطی اصول طلبات به این معناست که ما شما باید هیره به دست بیاریم که در کل قرضدهی که ما شما امروز انجام میده یا کمپانی باید هیره تحلیل کرده بتانه که قرضی را که امروز پرداخت میکنه چند روز بعد در واقع به اساس زمو حالت نرمال و یا جریان نرمال کمپانی چند روز بعد این قرض دوباره پس به دستش میایه و یا به پول نقد برش تبدیل میشه، که به منظور از این نمی پس دوران وسطی اصول طلبات باید نسبتش کار کنه که ایره به دست بیاره. خود دوران وسطی اصول طلبات در دو بخش یا دو مرحله کار میشه، که در مرحله اول باید برازی ما شما مرزش وسطی فروشات روزانه را به دست بیاریم. مرحله اول ارزش وسطی فروشات روزانه را میخواه، که ما شما در واقع اول باید بفهمیم که به شکل روزمره چقدر فروشات داریم و یا فروشات روزانه ما شما به کدام اندازه است، که به این خاطر فروشات خالص خود باید به در سال یا در یک دوره تقسیم تعداد روزهای سال کنیم، که معدد قبول شده تعداد روزهای سال 360 روز است، که به منظور ازی مرحله اول که ارزش وسطی را ما شما به دست بیاریم فروشات خالص تقسیم 360 روز میکنیم. توجه داشته باشین که در کتاب شما 360 تا 365 روز گرفتن و نمیفهم کم دلیلشان کدام بخش بوده، اما استاندارد بین المللی از این فرمول 360 روز است. وقتی که ما شما یک بخش از فرمول استفاده میکنیم پس باید بخش دیگه شما تغییر ندیم و امو کلیت که از یک فرمول تابعیت میکنیم او را باید برقرار نگاه کنیم. پس 360 روز چون عدد هم امکاناتش زیاد است، چون عدد فکس است و سالها به مقدار 360 روز مد نظر گرفته میشه، که ما شما در مرحله اول
اگر بخوایم که ارزش وسطی فروشات روزانه خود بدست بیاریم، باید فروشات خالص خود تقسیم 360 روز کنیم که فروشات روزانه ما شما را بدست بده. فرض کنیم اگر برای شرکت ما شما فروشات خالصشه که 2,500,000 است مد نظر بگیریم و روزان خود مشخص است که 360 است، ما شما میتونیم ارزش وسطی فروشات روزانه را به دست بیاریم که 2,500,000 ما تقسیم 360 میشه و ارزش وسطی فروشات روزانه ما شما را در اختیار ما قرار میده که 6,944.44 است. یعنی ارزش فروشات روزانه ما شما در واقعیت 6,944.44 است. حالا در مرحله دوم گفتیم در دو مرحله کار میشه. مرحله اولش ارزش وسطی فروشات روزانه رو به دست میاریم و در مرحله دوم باز مو خود دوران وسطی وصول طلبات خود میخواییم مشخص بسازیم که در این مرحله باز ما شما خود مجموع طلبات خود یا مجموع پول ما که بالای مردم است تقسیم فروشات وسطی روزانه خود میکنیم. وقتی که کل طلبات خود تقسیم فروشات روزانه خود کنیم، باز عددی که به دست میاد ما شما میتونه که قابل تحلیل باشه و او را تحلیل کنیم. پس مجموع طلبات شرکت اگر مد نظر بگیریم 3,00,000 است. مجموع طلبات شرکتی که استیمن مثال کتاب شماست 3,00,000 مد نظر گرفته شده. آل نسبت دوران وسطی وصول طلبات مساوی می شود. مجموع طلبات بر ما شما گفتیم که مجموع نسبت دوران چی ما دوران وسطی وصول طلبات ما مساوی می شود مجموع طلبات بر اینجا یک بخش داشته باشیم که شما باز مجموع طلبات بر فروشات وسطی روزانه که آل نتیجه میگیریم وقتی که مجموع طلبات ما 3,00,000 است، 3,00,000 در صورت میه و فروشات وسطی روزانه ما 6,944.44 به دست آمد. حاصل کردی ما شما به دست میاریم 43.2 است، یعنی عدد 43.2 که ما شما میتونیم کیره 43 مد نظر بگیریم و این 43 نشان دهنده روز است که ما شما بعد از 43 روز میتونیم قرض ها و یا دیون خود نقد بسازیم یا طلبات خود به دست بیاریم. یعنی پول ما که بالای مردم است اگه امروز ما شما قرض میتیم به اساس نسبت دوران وسطی اصول طلبات و یا این نسبت ما شما میتونیم که 43 روز بعد این پول نقدن پس به دست بیاریم یا به پول نقد بر ما تبدیل شود. باز تکرار میکنم که در دو مرحله کار میشه این نسبت. مرحله اولش ارزش وسطی فروش روزانه رو ما شما به دست میاریم که فروشات خالص تقسیم 360 میکنیم، عددی که به دست میاد 6,944.44 این فروشات خالص ارزش وسطی فروشات روزانه ماست. در مرحله دوم مجموع طلبات تقسیم اینمی فروشات وسطی روزانه میکنیم، عددی که به دست میاد او با تعداد روزهایی است که اینجا چون 43.2 آمده 43.2 مفهوم نمیگیره در حساب روز، ما شما ایره به حساب قوانین ریاضیکی میتونیم 43 روز مد نظر بگیریم و 43 روز به این معنا که 43 روز بعد از این روز که ما شما اگر قرض پرداخت کنیم میتونیم که قرض و یا طلب پس به دست بیاریم. دومین نسبتی را که ما شما در نسبت‌های فعالیت او را مد نظر داریم نسبت دوران ذخایر است. دوران ذخایر مفهوم چیست که در واقع خود ذخایر یک شرکت وقتی که
ما شما با او سر و کار داریم، چند بار روی از او سرمایه گذاری شده، یا به مفهوم عامیانه تر یک ذخایر یک شرکت و یا یک کمپانی مورد نظر چند بار پر خالی شده در طول یک دوره مالی. این میره دوران ذخایر میگن که برای دوران وسطی ذخایر ما شما دوران ذخایر ما مساوی میشه به دوران ذخایر ما مساوی میشه به مصارف همته به فروش رسیده برای ذخایر همته. دوران ذخایر به مساوی میشه به مصارف امته به فروش رسیده بر ذخایر امته. به این معنا که ما شما چقدر امته را به فروش رساندیم یا مصارف بالای از امته به فروش رسیده صورت گرفته و چقدر از ذخایر امته را در حال حاضر در اختیار داریم، که فرض کنیم اگر مثال برای شرکت مورد نظر مد نظر بگیریم، مصارف امته به فروش رسیدهش 1,900,000 و ذخایر امته موجودش یا ذخایر امتهش از مقدارش 218,000. آله دوران ذخایر را اگر بخواییم به دست بیاریم، مصارف امته به وجود آمده 1,900,000 تقسیم 218,000 که ذخایر موجود است میکنیم و حاصلی که به دست میه اما عددی است که ما شما در واقع از پیشش توقع داریم که 8.72 به دست میه و این را میتونیم که ما شما به 8.72 مرتبه نشان دهیم یا او را راوند آف کنیم، 9 بسازیم 9 مرتبه و به عنوان تحلیل میتونیم بگوییم که ذخایر از این شرکت در طول یک دوره 8 بار یا 9 بار پر و خالی شده، یعنی مواد 8 بار به گدام آمده و پس به فروش رسیده و یا به مصرف رسیده، که از نظر مدیریت منیجمنت ذخایر یا در واقعیت اینونتوری منیجمنت میتونه که یک بحث باشه، اما چون آل اینونتوری منیجمنت هم بحثش پیشرفته شده و سیستم جد کار میشه یا جست این تایم، مطمئنن که یک وضعیت مطلوب و وضعیت خوبه برای شرکت نشان میده و از نظر خود ذخایرش وضعیت مطلوبه داره. شما میتونید نسبت نحوی کار کرده شد و تحلیلش انشاءالله داشته باشید. سومین نسبت که مطرح بحث است دوران سرمایه دارایی ثابت است. دوران دارایی های ثابت به این معنا که ما شما در کل فروشات ما چقدر از دارایی های ثابت ما شما را مد نظر گرفته، یعنی در ازای هر دلار از سرمایه گذاری ها یا دارایی های ثابت خود ما شما چقدر فروشات داشتیم، در ازای یا در بدل هر دلار از دارایی ثابت خود چقدر فروشات داشتیم. دوران دارایی ثابت اینمی مفهوم بر ما شما میرسانه، در واقع فروشات با دارایی ثابت موجود شرکت مقایسه میکنه و نتیجه را به دست میاره که در بدل هر دلار از دارایی ثابت چقدر فروش صورت گرفته، یعنی بازدهی دارایی ثابت در قسمت فروشات با کدام اندازه بوده، تاثیر خود داشته و یا نداشته، که دوران دارایی ثابت مساوی میشه فروشات بر دارایی خالص ثابت. اینی نسبت برقرار است که ما شما فروشات بر دارایی های خالص ثابت اگر تقسیم کنیم میتونیم که همو استفاده و یا در واقع نحویت استفاده از بدست آمده از دارایی ثابت در فروشات ببینیم. مثلا اگر مثال کتابتان کار کنیم، فروشات شرکت مورد نظر 2,500,000 و دارایی ثابتش دارایی ثابتش اندازش بوده 1,200,000. پس دوران دارایی ثابتش
مساوی میشه. فروشات 2,500,000 تقسیم 1,200,000. عددی که به دست میآید که عبارت از 2.1 است، این را میتونیم شما به مرتبه یا دفعه نشان بتیم، به این معناست که در ازای هر دلاری که این شرکت دارایی ثابت داره، 2.1 دلار فروشات انجام داده. یعنی نحوه استفاده دارایی ثابتش در جریان فروشاتش مطلوب بوده، چون دارایی های ثابت به او اندازه زیاد نبودن که این فروشات انجام داده. به 2,500,000 فروشات انجام داده، اما دارایی ثابتش چیزی کمتر از نیمه از فروشاتش است. پس به این مفهوم که از دارایی ثابت در اینجا به نحو استفاده مطلوب صورت گرفته و تانسته در ازای هر دلار دارایی ثابت 2.1 دلار فروشات انجام بده. که نسبت های مالی را باز تکرار میکنم، بحث های مهم است. شما مثال های کتابتان در ارتباط ببینین و با استفاده از جلساتی که ما شما داشتیم تحلیل ها را انجام بتین و این تحلیل ها را هرچی بیشتر انجام بتین و اعداد به دست بیارین. از اعدادم کرده، از حاصلش کرده، باز تکرار میکنم تحلیلش بسیار مهم است. که مثلا اینمی 2.1 که به دست آمد، شما این را تحلیل کرده بتانین که چی معنا که اینمی 2.1 مثلا تاثیرگذاری دارایی ثابت روی فروشات نشان میده، که در بدل هر دلار دارایی ثابت 2.1 دلار فروشات صورت گرفته. این تحلیلایش بسیار مهم است که شما با مراجعه به جلسات درسی که ما شما داشتیم میتونین که بحثا را برداشت کنین و نتیجه تان از او بحثا بگیرین. تا جلسات بعد، خداوند یار و مددگارتان.